اولین سخنان عمومی حسن روحانی درباره سرنگونی مرگبار هواپیمای اوکراینی به دست سپاه. باید یک دادگاه با قاضی ویژه به ماجرا رسیدگی کند. ایران میگوید اجساد 100 قربانی سرنگونی هواپیما را شناسایی کرده و 30 جنازه را تحویل داده. بالا گرفتن تنش میان تهران و لندن بر سر حضور سفیر بریتانیا در یک تجمع در تهران. بعضی در ایران خواهان اخراج سفیر شدند. بوریس جانسون از طرح ترامپ برای جایگزینی برجام حمایت کرد. ادامه وضعیت بحرانی ناشی از سیل سیستان و بلوچستان. ارتباط زمینی بیش از 300 روستا همچنان قطع است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی گفته که می‌داند که فقط یک نفر مقصر نیست و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد. در همین حال دادسرای امور جنایی تهران از شناسایی پیکر 100 نفر از جان باختگان پرواز هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داده. هیئتی کارشناسی از کانادا دیشب وارد تهران شد تا از نزدیک شواهد و مدارک مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی کند. همزمان دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز در نامه‌ای به اتحادیه اروپا فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام را اعلام خواهند کرد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در این داستان نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه. نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. واکنش با تأخیر تقریبا یک هفته‌ای رئیس جمهوری ایران. و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. هنوز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا واکنشی به این رویداد نشان نداده. پیرو دستگیری سفیر بریتانیا در مراسم یادبود جانباختگان این حادثه، تنش بین ایران و بریتانیا شدت یافته. صبح امروز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی خواهان جایگزین شدن برجام با یک توافق جدید شد. این در حالی است که وزیر خارجه ایران روز گذشته در توییتی بریتانیا را به تبعیت کورکورانه از امریکا متهم کرده بود. پیشتر دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم با اشاره به سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که کشورش در خشم ایرانیان در این باره سهیم است. تهران و شماری از شهرهای ایران طی روزهای گذشته شاهد اعتراضهای گسترده مردمی بود. حالا حادثه شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری تهران کیف رویدادهای پیش از آن را به حاشیه برده. خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض واکنش گسترده مقامهای سیاسی در جهان را به همراه داشته. اونها پوسترها و بیلبوردهای چهره سلیمانی رو آتش میزنن و شعار میدن سلیمانی قاتل است، چون میدونن که او یکی از معماران سرکوب مردم بود. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که اعتراض ها به سرنگونی پرواز تهران کیف به رغم جو شدید امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان در طول شب ادامه داشته. پرسش بسیاری از ایرانیان این است که چرا مسئولان ارشد حکومتی به رغم آنکه می‌دانستند که هواپیمای اوکراینی با شلیک سپاه سرنگون شده درباره آن دروغ گفتند و با قاطعیت به مدت چند روز این دروغ‌ها را تکرار کردند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، حسن روحانی بعد از 6 روز بالاخره صحبت کرد ولی صرفاً سوال‌هایی پرسید که بسیاری انتظار داشتند او امروز بیاد پاسخ بده. سوال‌هایی پرسید که سوال بسیاری از مردمه و گفت از مسئولان میخوام که پاسخ این سوال‌ها رو بدن. گویی خودش یکی از در به نوعی نفر دوم مملکت نیست. ببینید آقای روحانی، به چند دلیل این میشه توضیح داد این روشی رو که شما توصیف فرمودید.
به دلیل اول اینه که ایشون معتقده که خودش اصلا در مطلع نبوده، بنابراین با توجه به اینکه از جزئیات اطلاع نداشته مسئول عذرخواهی یا توضیح فنی قضیه آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا یا فرماندهان سپاه، بنابراین عذرخواهی رو اونها باید بکنن چون اینها دو روز بعد دیر مطلع شدن. دوم مسئله کاراکتر آقای روحانی است. کاراکتر آقای روحانی واقعیت اینه که در میان مسئولین کاملا منحصر به فرده، در حقیقت لئونارد مسی توی مقامات در مورد نگاهش به آدما، فاصله گیری از نخبگان، کارمنداش، جامعه و در مقایسه با تمام ریاست جمهوری ها از این بابت نمره 20 میگیره. ایشون کاملا فاصله داره و به هیچ عنوان با افراد نزدیک نمیشه، میگم حتی کارمندای خودش. به نظر شما این ویژگی خوبیه یا ویژگی بدیه؟ خب ببینید، این ویژگی من همون سال 90 هم گفتم در یک پروتکلی است که چند تا فانکشن داره. پروتکلی است که در جامعه ایران میتونه تولید اقتدار کنه، چون شما با افراد خیلی نزدیک بشید ممکن اقتدارتون از دست بدید. این تولید اقتدار میکنه توی فرهنگ ایرانی، از این بابت ایشون فکر میکنه برای حکمرانی و یا اینکه بخواد رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه این نیاز داره، ولی از این بابت بد هست که در حوزه روابط دیپلماتیک هم تقریبا کار میکنه و پروتکلی است که کشورها در حوزه دیپلماتیک تا اندازه‌ای با هم رعایت میکنن. البته در یک جاهایی هم ایشون تو حوزه روابط دیپلماتیک خیلی صمیمی میشه که فیلم و عکساش منتشر شده، ولی در حوزه روابط داخلی ایران به خصوص بعد از انقلاب به هیچ عنوان این کار نمیکنه و در حقیقت بسیار منفی است. برای اینکه انقلاب ایران ادعاش این بوده که انقلابی است که اومده اشرافگری رو شکنده، مرزها رو شکنده و علیه طاغوت بوده و در حقیقت داره یک مرز جدیدی رو در روابط قدرت تعریف میکنه. بنابراین از این بابت اگه نگاه کنید ادعای کل جمهوری اسلامی بوده که مردمی است. شما در مقایسه تا مقایسه کنید با آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی حتی و آقای احمدی نژاد، تفاوت رو در ارتباط با توده ها، با نخبگان و حتی وزرای خود ایشون میبینید. وزرای ایشون 45 روزه وقت پیدا میکنن که ایشون ملاقات کنن، حتی ساختمونی که ایشون توش نشسته ایشون تخلیه کرد ساختمون رو که افراد کمی رو ببینه، ساختمون شلوغ نباشه، ساختمونی در دوره آقای خاتمی صدها نفر توش بودن. بنابراین این بخشش مربوط به کاراکتر ایشونه که در موارد متعدد بروز به ظهور پیدا میکنه و خب مشکلات جدی ایجاد کرده و باعث شده که افراد دور بشن. شما حتی ببینید ما الان بحران اقتصادی داریم، در طول این مدت ایشون فقط یک بار جلسه گذاشته با کارشناسان اقتصادی و گفته 5 دقیقه شما هر کدومتون میتونید صحبت کنید، یعنی حد رابطه رو من دارم توضیح میدم. این پس بخشش به کاراکتر آقای روحانی برمیگرده، کاراکتری است که به هر دلیلی مردم گریزه، با نخبگان نزدیک نمیشه اونجوری که وظیفش هست و با وزرا هم خودشون پیگیری میکنن که وقت بگیرن با ایشون ملاقات کنن. زمان آقای هاشمی هفتگی اونها رو میخواست. اما در این مورد خاص حالا برای منصفانه باشیم، آقای روحانی فکر میکنه که این مسئولیت آقای خامنه ای که عذرخواهی کنه یا اطلاع رسانی کنه، برای اینکه ایشون رو 3 روز معطل گذاشتن، به ایشون نگفتن، بنابراین چرا باید ایشون در مورد موضوعی معذرت خواهی کنه؟ نامبر حقیقی، شما اصلا باورتون میشه که 3 روز رئیس جمهوری مملکتی ندونه در حالی که تمام افراد عادی در شبکه اجتماعی داشتن اون ویدیو رو نگاه میکردن، تحلیلش میکردن، پنتاگون اعلام کرد روز پنجشنبه، بعد وقت سخنگوی آقای روحانی میاد میگه که ایشون تا عصر جمعه نمیدونه، اصلا باورپذیر چنین ادعایی؟ ببینید منم اول فکر کردم نباید باور کنم، ولی بعد همون روز اولم گفتم این بسیار خطرناکه، برای که شما نگاه کنید اینا مدعی هن که جلسه شورای عالیت ملی جمعه تشکیل شده، پس یعنی از چهارشنبه که موشک شلیک شده و بعدم هواپیمای مسافربری سقوط کرده شورای عالی امنیت کشور جلسه نداشته، یعنی این خودش بیشتر خطرناک میکنه وضعیت رو، به معنی اینکه پس چطوری اداره میشه حوزه امنیتی.
لابد مدعی این خواهند شد که عملا آقای روحانی از پروسه تصمیم گیری در مورد مسائل امنیتی کنار گذاشته شده، که خودش نقصیست. آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، مسئولیت داره که این کار انجام بده. حتی اونها هم بهش خبر ندن، اون مسئولیت داره در این مورد کسر خبر کنه و بدونه که مهم چیه. متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تنگر مسائل ایران از تورنتوی کانادا با ما. اما مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. خانم اورتگاس، بحث درباره قانونی بودن حمله آمریکا علیه قاسم سلیمانی در آمریکا هم به شدت داغ. آقای ترامپ میگه که طرحی در دست داشته که نشون میداده که آقای قاسم سلیمانی قصد داشته به 4 سفارت آمریکا حملاتی انجام بده. اما مارک اسپر وزیر دفاع شما میگه که نه، چنین طرحی وجود نداشته. کدام یک از این سناریوها درسته؟ ما اعتماد زیادی داریم به این دولت و به بحث قانونی بودن حمله و کشتن قاسم سلیمانی. او تروریستی است که ما نابود کردیم. ما توجیه قانونی برای این کار رو داریم، حتی بدون بحث تهدید قریب الوقوعی که خیلی روشنه که او متوجه آمریکا کرده بود. اگر به مقام‌های دولت نگاه کنید، مثل پرزیدنت ترامپ و چیزی که وزیر خارجه پومپئو و دادستان کل همینطور گفته، بحث بازدارندگی نظامی بوده که بحثی است که خیلی روشنه، چون ایران همچنان ادامه داده و ادامه میداده به حمله به سفارت‌های ما، ادامه میداده به برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت‌های ما. در سال 2017 یکی از نیروهای شیعه شبه نظامی که اونها پشتش بودن و از اونها حمایت مالی و آموزشی میکنن، مسئولیت قتل یک شهروند آمریکایی رو به عهده داشت. بنابراین با توجه به کارهایی که این رژیم در سالهای اخیر مسئولش بوده، این قضیه توجیه داره. و دیگر مهم اینه که یادآوری کنیم قاسم سلیمانی نه فقط مسئول قتل صدها آمریکایی است، بلکه مسئول کشتن و مقصر در کشتن صدها هزار مسلمان در کل خاورمیانه است. و این یک مسئله شرم‌آوره که کل خاورمیانه باید این رو یادآوری کنه. رؤسای جمهوری قبل از آقای ترامپ هم راجع به اینکه از دید اونها آقای قاسم سلیمانی خطرناک بوده برای آمریکا اتفاق نظر داشتن، اما به دلایل بسیار واضحی تصمیم گرفتن که او رو به قتل نرسونند. الان که به تبعات کشتن قاسم سلیمانی نگاه میکنید و بحرانی که در منطقه ایجاد شده، فکر میکنید واقعا ارزشش رو داشت این کار؟ نه فقط ارزشش رو داشت، همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، خیلی زودتر از اینها باید انجام میشد. من قدردان هستم از این که در دولتی کار میکنم که رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ما میتونن تصمیمات دشواری بگیرن که آمریکایی ها رو امن‌تر میکنن، سیاست خارجی ما رو قوی‌تر میکنه و به دولت و به جهان نشون میده که رئیس جمهور ما تحمل نمیکنه حمله و کشتن و لطمه زدن به شهروندان ما و پرسنل نظامی ما و دیگران. ولی همین بحران نظامی که ایجاد شده خانم اورتگاس باعث شد که بحرانی اتفاق بیفته که سپاه پاسداران به گفته خودشون به اشتباه 176 آدم بیگناه رو بکشه. احساس نمی کنید که آمریکا هم مسئولیت این مرگ ها به عهده‌شه؟ در سوالی که شما میپرسید دو نقص اساسی وجود داره. نقص اساسی اول اینه که این یک حمله، یک بحران نظامی بوده. بحران نظامی در کار نیست. نیروهای نظامی آمریکا تحت پرزیدنت ترامپ قوی تر از همیشه هستند و بعد از اینکه مشکلات بودجه و تامین مالی داشتن، در دوره ترامپ این قضیه حل شده. مشکل دومی که شما دارید اینه که شما از کشتن یا از قتل استفاده میکنید، از لغت assassination استفاده میکنید. این از نظر ما قتل نیست. ما این حق رو داریم که هر تروریستی که به آمریکا حمله کنه، ما این حق رو داریم که به هر تروریستی که به آمریکا حمله میکنه او را از میان برداریم. ولی لطفا به من یادآوری کنید نکته سوم شما. بله، الان به خاطر آوردم. شما درباره هواپیمای غیر نظامی گفتید که آیا آمریکا تقصیری داره، مسئولیتی داره در این، در سقوط این هواپیما؟ به هیچ وجه. و من فکر میکنم که این سوال واقعا، خیلی بخوایم رو راست بگیم، سوال توهین‌آمیزیه. ایرانی ها از یک موشک استفاده کردن که هواپیمای خودشون رو بزنن و روزها در این باره دروغ گفتن، به مردم خودشون دروغ گفتن، به دنیا دروغ گفتن. و دولت‌های دیگر، کانادا، اوکراین، بریتانیا، آمریکا و جهان دست اونها رو خوند و دست اونها رو رو کرد. تنها کسانی که مسئول ساقط کردن هواپیمای اوکراین هستن رژیم تهرانه. و اینکه بخوایم این شایبه رو ایجاد کنیم که ایالات متحده هیچ گونه تقصیری در این باره داره، به صورت اساسی توهین‌آمیز و توهین به
ایالات متحده آمریکا است و کاملا فاقد هر گونه پایه اطلاعاتی است. ولی متشکرم از اینکه در این باره صحبت کردید. خانم اورتگاس، نمیشه تاریخ رو به یک هفته و ده روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. No, in fact, I think that you continue. نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچین تصمیم میگرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست. اونها این رفتار خودشون رو در سال گذشته داشتن، نه فقط به خاطر اینکه این دولت، نه به خاطر اینکه این دولت از برجام خارج شد، بلکه به خاطر 40 سال تاریخ رفتار ایران. در دو دهه اخیر قاسم سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و او نیروهای تروریست و شبه نظامی رو در سراسر منطقه تغذیه کرده، در رهبری برنامه موشکی بالستیک ایران که تهدیدی است علیه آمریکا و متحدانش نقش داشته. اگر شما به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نگاه کنید، اگر به قطعنامه‌های امنیتی اتحادیه اروپا نگاه کنید، اگر به برنامه‌های تروریستی مقابله با تروریسم ایالات متحده نگاه کنید، هدف همه اینها مقابله با این خطر تروریستی بوده و این فهرست بسیار بلند بالایی هست. بنابراین هیچ بحثی نمیشه کرد، هیچ بحثی نمیتونه وجود داشته باشه درباره کاری که سپاه در گذشته کرده، سپاه پاسداران، و در واقع برجام میلیاردها دلار پول برای اینها، برای ایران فراهم کرد که این رفتارهای شرورانه خودش رو در منطقه ادامه بده و تامین مالی کنه. و در برخلاف دو دهه اخیر، در این دوران اخیر پرزیدنت ترامپ گفتش که نه، ما دیگر به ایران اجازه نخواهیم داد که تروریسم خودش رو در منطقه ادامه بده، ما اجازه نخواهیم داد که شما موشک‌های بالستیک بسازید بدون اینکه کسی شما رو وادار به پاسخگویی کنه، ما به شما اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشید. بنابراین ایالات متحده داره نقش بازدارنگی ایفا میکنه در برابر رژیم تهران و هیچ کس مسئول رفتار رژیم تهران نیست جز خود این رژیم. اونها میتونن مثل یک رژیم نرمال، مثل کشور نرمال رفتار کنن اگر که بخوان، اما عوض اون دارن رفتار دیگری میکنن و خب این باعث شده که پرزیدنت ترامپ تصمیم سختی رو که گرفته بگیره. فکر میکنید آیا خروج آقای ترامپ از برجام منطقه رو امن‌تر از گذشته کرده؟ I think if you want to make the Middle East safer. فکر میکنم اگر شما بخواید که خاورمیانه را امن‌تر کنین، رژیم ایران باید مثل کشور معمولی و نرمال رفتار کنه و ما ادامه خواهیم داد به برقرار کردن بازدارنده ها، عوامل بازدارنده ها، و هر کاری که در توانمون هست خواهیم کرد تا آمریکا رو امن‌تر کنیم. بهترین راه اینه که رژیم ایران احساس جسارت نکنه تا بتونه که خاورمیانه رو دچار آشوب کنه. متشکرم. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. قوه قضایی اعلام کرده که چند نفر را در ارتباط با پرونده شلیک به پرواز تهران کیف دستگیر کرده. سخنگوی قوه قضایی امروز در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا مسبب اصلی این اتفاق بوده. او همچنین اعلام کرد که تحقیقات کمیسیون‌های تخصصی در جریان است. بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این حوادث چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. وقتی که ما سبب و مباشر رو همه ابعاد رو بررسی می‌کنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است در بخش‌های مختلف. انشالله نتیجه انجام خواهد شد و تحقیقات مفصل انجام شده، افرادی هم بازداشت شدن، رسیدگی مراحل اولیه کار خودش رو داره طی می‌کنه. از لحظه شروع کار هنوز حدوداً 72 ساعت کار قضایی ما گذشته. اما جاده های 390 روستای سیل زده استان سیستان و بلوچستان مسدود شده و همین موضوع کمک رسانی به مناطق سیل زده را با مشکل روبرو کرده که همزمان با بارندگی های 20 تا 22 دی در سیستان و بلوچستان به ویژه نیمه جنوبی این استان، راه ارتباطی 890 روستای استان به طور کامل قطع شده بود. احمد علی موهبتی گفته 783 روستای سیستان و بلوچستان دچار قطع برق و 245 روستا هم با قطع آب روبرو بوده. رسانه های ایران برآورد کردند که سیل تا حالا 900 میلیارد تومان به این استان خسارت وارد کرده. همکارم کاوه مشکات اینجا در استودیو با ماست. کاوه، بیشتر بگو راجع به وضعیت اونجا.
مشکلاتی که در حال حاضر مردمی که در مناطق سیل زده گیر افتادن، حدود میدونیم 120 هزار سیل زده هستن که در روستاها و در بعضی از مناطق گیر افتادن. بحث اصلی بحث امداد رسانی هست. در خیلی از جاها به خاطر اینکه همونجور که گفتی جاده ها مسدود شده و اصولا هیچ راهی برای دسترسی به روستاها وجود نداره، تنها راه پرواز با هلیکوپتر هست. ما دیروز داشتیم که خب فکر کنم تنها یک یا دو هلیکوپتر به اون منطق اعزام شده بود، امروز این تعداد به 7 هلیکوپتر رسیده و عملا تنها هلیکوپتر میتونه به این مناطق بره و مواد لازم رو، غذا و چادر رو بین مردم تقسیم بکنه. مسئله دیگه ای که مناطق سیل زده باش مواجه هستن، ما میدونیم حدود 783 روستا قطعی برق دارن و 245 روستا هم قطعی آب دارن. در مناطقی که قطعی آب وجود داره، ما در خبرها داشتیم که ساکنان مناطق سیل زده مجبور شدن که وسایل خودشون رو با همون آب گل‌آلود بشورن و بذارن که خوش بشه. این در حالا روزهای آینده احتمال شیوع بیماری‌های مختلف رو در این مناطق بالا می‌بره. نکته‌ای که دیگه‌ای که داریم حالا بعد این بذاریم و سطح آب بیاد پایین، بحث تلف شدن دام‌ها هست، به خاطر اینکه شغل بسیاری از افرادی که در خصوص در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان زندگی می‌کردن دامداری بوده، تعداد زیادی دام تلف شده که خب در واقع این دام‌ها در روزهای آتی، در هفته‌های لاشه های اینها باعث بیماری های متعددی خواهد شد. مسئله دیگه بحث احتمال حالا حمله تمساح پوزه کوتاه یا گاندو هست، تمساحی که به خاطر بالا اومدن سطح آب و حالا سرما. چقدر تعداد اینا واقعا خطرش جدیه؟ تمساح خطرش جدی هست به خاطر اینکه وقتی خب تمساح از اون منطقه‌ای که خودش زندگی می‌کرده و حالا سرما و اون استرسی که بهش وارد شده میاد بیرون و در جاهای دیگه میره، در آب‌های راکدی که ممکن تشکیل شده باشه، این احتمال حمله به در واقع اون افرادی که اونجا زندگی میکنن و هستن رو داره. در نتیجه اداره محیط زیست سیستان بلوچستان هم گفته از نزدیک شدن به جاهایی که آب راکد داره در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال احتمال حمله هست. اصولا اونجوری که ما میدونیم این تمساح موجودی نیستش که حمله بکنه، ولی خب به هر حال به خاطر تمام این شرایطی که گفتم ممکنه که استرس بهش وارد شده باشه و ممکنه که کسی که از کنارش رد شده باشه رو بهش حمله بکنه. و یه مسئله دیگه، چون به هر حال در فصل سرما هستیم، احتمال شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا در منطقه هست، بنابراین اگر هر چه زودتر این کمک رسانی ها انجام بشه. آیا شروع شده اصلا؟ شروع شده، همونجور که گفتم بالگردها دارن پرواز میکنن. ما تو خبرها داشتیم که مثلا همین امروز 27 سورتی پروازی در واقع در اون منطقه انجام شده، ولی باز هم تعداد روستاها خیلی زیاده. تعداد روستاهایی که حدود 250 تا 300 روستا در منطقه چابهار دچار آب گرفتگی شدن، حدود بالای 350 روستا میتونیم بگیم که دچار آب گرفتگی هستن و ارتباطشون هم با جاهای دیگه قطع به خاطر خب به خاطر اینکه آب به سطح آب بسیار بالا هست. متشکرم. کاوه مشکا در استودیو با ما. و با موج واکنش هنرمندان به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراین ادامه داره. در آخرین تحول، امیر بانوی کریمی استاد ادبیات دانشگاه تهران انصراف خودش رو از شرکت در مسابقه کتاب سال اعلام کرد و در نامه نوشته که معلمی که سالها در فضای مسموم دروغ و ریا در دانشگاه تهران نفس کشید، جز این بر نمیتابد که برای تسکین شرمساری خود و همدردی با مصیبت دیدگان فاجعه موشکباران هواپیمای اوکراینی از شرکت در این مسابقه ادبی انصراف دهد. امیر بانو کریمی در سال 83 به عنوان چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده بود. در روزهای اخیر شماری از هنرمندان ایرانی برای همدلی با افکار عمومی از شرکت در جشنواره‌های هنری، موسیقی و تئاتر انصراف دادند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی گفته که میداند که فقط یک نفر مقصر نیست و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد. در همین حال دادسرای امور جنایی تهران از شناسایی پیکر 100 نفر از جان باختگان پرواز هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داده. هیئت کارشناسی از کانادا دیشب وارد تهران شد تا از نزدیک شواهد و مدارک مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی کند. همزمان دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، امروز در نامه‌ای به اتحادیه اروپا فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام را اعلام خواهند کرد. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از بن آلمان، با ماست. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های امروز آقای روحانی رو شنیدید، به نوعی تلاش برای انداختن مسئولیت بر گردن سپاه، در حالی که به هر حال بسیاری از او به عنوان بالاترین مقام منتخب در جمهوری اسلامی انتظار داشتند که این تعداد روز سکوت نکنه. آیا قانع کننده بوده صحبت‌هاش برای شما؟ ببین، ما در مجموع 4 تا اظهار نظر رسمی در روزهای اخیر داشتیم. اظهار نظر آقای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار نظر آقای حاجی زاده به عنوان رئیس موشکی سپاه پاسداران، حرفایی که آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت زد و حرفایی که امروز آقای روحانی زد. اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که این حرفها اختلافات و تناقضات بسیار جدی دارن. بخش از این تناقضات مثل اون چیزی که بیانیه ستاد کل روز اول اعلام کرد که هواپیما داشته میچرخیده، اشتباه چرخیده، به همین خاطر هدف متخاصم تشخیص داده شد. خب بعدا خودشون پس گرفتن، آقای حاجی زاده این رو پس گرفت. اما بخش دیگری از تناقضات مشخصا در مورد اینکه آیا کار یک نفر بوده یا کار چند نفر، چیزی که آقای حاجی زاده گفت کار یک نفر بوده، امروز آقای روحانی گفت کار چند نفر، مسئله رو خیلی برجسته میکنه، خیلی بزرگ میکنه. به نظر میرسه آقای روحانی بیشتر در واقع امروز تلاش کرد به پاتک های سپاه پاسداران، سناریوهایی که سپاه داره میسازه برای منحرف کردن موضوع، واکنش نشون بده، نه صرفا قانع کردن افکار عمومی. پاتک دومی که آقای روحانی زد بعد از این مسئله که کار یک نفر نبوده و من نمیپذیرم، ظاهرا به مجموع بحث هایی که در 24 ساعت اخیر در شبکه های مجازی مطرح میشه، میخوان کار رو بندازن گردن آمریکا. دارن میگن که در واقع این حمله سایبری آمریکا بوده. دیروز یه موجود خلق الساقه ای به نام آزمایشگاه فضای سایبر دانشگاه تهران که ظاهرا از پردیس قوم دانشگاه تهران هست، یه بیانیه‌ای داد، با یه آدرس سایتی داده که وجود خارجی نداره اصلا، و توی اون بیانیه گفت ما با قطعیت میگوییم که آمریکا یک عملیات روانی، یک عملیات سایبری انجام داده. به نظر میشه حرفای بخشی از حرفای امروز آقای روحانی هم در واقع نوعی اقدام پیشگیرانه در مقابل این سناریوی سپاه پاسدارانه. فکر میکنم آقای روحانی در یک جمله به ابهاماتی که در مورد عملکرد خود او وجود داشت پاسخ نداد. مشخصا ابهام این بود که آقای ربیعی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح از پنجشنبه به گزارش نهایی و قطعی رسیده بودن، میدانستن شلیک پدافند خودی بوده، ولی آقای روحانی از جمعه عصر میدونه، وارد این ابهامات نشد، منتها سعی کرد دو بازی که اخیراً سپاه داره کلید میزنه رو در مقابلش واکنش نشون بده یا حتی پیشگیری بکنه. آقای خامنه ای چرا صحبت نمیکنه؟ آقای خامنه‌ای شاه کلید ماجراست. یعنی مجموعه این تناقضات رو که شما میگذارید کنار هم، تنها چیزی که میتونه این حجم از تناقضات رو توجیه بکنه بازی و عملکرد شخص آقای خامنه‌ای است. تنها چیزی که میتونه پاسخی نسبی به علت سکوت دولتی ها بده، تناقضات واضح بین حرفای خود آقای ربیعی رو توضیح بده، اینکه آقای روحانی چرا نمیدونم تا شنبه سکوت کرد رو توضیح بده، این است که علی خامنه‌ای دو استاده شد. خب بعدا خودشون پس گرفتن، آقای حاجی زاده این رو پس گرفت. اما بخش دیگری از تناقضات مشخصا در مورد اینکه آیا کار یک نفر بوده یا کار چند نفر، چیزی که آقای حاجی زاده گفت کار یک نفر بوده، امروز آقای روحانی گفت کار چند نفر، مسئله رو خیلی برجسته میکنه، خیلی بزرگ میکنه. به نظر میرسه آقای روحانی بیشتر در واقع امروز تلاش کرد به پاتک های سپاه پاسداران، سناریوهایی که سپاه داره میسازه برای منحرف کردن موضوع، واکنش نشون بده، نه صرفا قانع کردن افکار عمومی. پاتک دومی که آقای روحانی زد بعد از این مسئله که کار یک نفر نبوده و من نمیپذیرم، ظاهرا به مجموع بحث هایی که در 24 ساعت اخیر در شبکه های مجازی مطرح میشه، میخوان کار رو بندازن گردن آمریکا. دارن میگن که در واقع این حمله سایبری آمریکا بوده. دیروز یه موجود خلق الساقه ای به نام آزمایشگاه
فضای سایبر دانشگاه تهران که ظاهرا از پردیس قوم دانشگاه تهران هست، یه بیانیه‌ای داد با یه آدرس سایتی داده که وجود خارجی نداره اصلا، و توی اون بیانیه گفت ما با قطعیت میگوییم که آمریکا یک عملیات سایبری انجام داده. به نظر میشه بخشی از حرفای امروز آقای روحانی هم در واقع نوعی اقدام پیشگیرانه در مقابل این سناریوی سپاه پاسدارانه. فکر می‌کنم آقای روحانی در یک جمله به ابهاماتی که در مورد عملکرد خود او وجود داشت پاسخ نداد. مشخصا ابهام این بود که آقای ربیعی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح از پنجشنبه به گزارش نهایی و قطعی رسیده بودن، میدانستن شلیک پدافند خودی بوده، ولی آقای روحانی از جمعه عصر میدونه وارد این ابهامات نشد، منتها سعی کرد دو بازی که اخیراً سپاه داره کلید میزنه رو در مقابلش واکنششون بده یا حتی پیشگیری بکنه. آقای خامنه‌ای چرا صحبت نمیکنه؟ آقای خامنه‌ای شاه کلید ماجراست، یعنی مجموعه این تناقضات رو که شما میگذارید کنار هم، تنها چیزی که میتونه این حجم از تناقضات رو توجیه بکنه بازی و عملکرد شخص آقای خامنه‌ای است. تنها چیزی که میتونه پاسخی نسبی به علت سکوت دولتی ها بده، تناقضات واضح بین حرفای خود آقای ربیعی رو توضیح بده، این که آقای روحانی چرا نمیدونم تا شنبه سکوت کرد رو توضیح بده، این است که علی خامنه ای نمیخواسته در روزهای اول خبر منتشر بشه و همه منتظر تصمیم گیری نهایی او بودن. آقای روحانی یکی دو بار سعی کرده با سیگنال هم برسونه به ما که آقای خامنه ای میدونسته، از جمله این که گفت که نظامی ها میگوین، این آقای ربیعی هم گفت که نظامی ها میگوین ما در سلسله مراتب خودمون اطلاع رسانی کرده بودیم، یعنی آقای خامنه ای میدونسته. فکر می کنم در واقع همون نقشی که آقای خامنه ای در ماجرای اعتراضات و کشدار مردم داشت، یعنی اینکه واقعا مسئول و مدیر و پاسخگوی همه چیز رو ما باید شخص او بدونیم، در ماجرای حمله به بوئینگ اوکراینی هم دوباره مسئول خود اوست، مخصوصا اینکه نشانه های جدیدی وجود داره از اینکه مسئله اصلا خطا نبوده، فراتر از خطاست، این پدافندی که شلیک کرده بر اساس دستورات خود آقای خامنه ای اجازه داشته که بیرون از پدافند مرکزی ایران، بیرون از پدافند یکپارچه ایران حرکت کنه و به همین خاطر هم اطلاعات پدافند یکپارچه ایران رو نداشته. البته آقای مهدوی آزاد، ما به عنوان بی بی سی هنوز نتونستیم چنین ادعایی رو تایید بکنیم، هست صحبت‌هاش ولی برای ما قابل تایید نیست که آیا این حمله عمدی بوده یا غیر عمدی. تا اینجای کار فرض بر اینه که غیر عمد بوده و اشتباهی اتفاق افتاده. آقای مهدوی آزاد، بسیاری معتقد بودن که به هر حال به هر دلیل تحت فشار کشورهای خارجی، فشار افکار عمومی، وجود شواهدی که باعث شد ایران مسئولیت این اتفاق رو بپذیره، انتظار داشتند که برخورد مسئولین دست کم متفاوت باشه با برخوردشون فرضاً با اعتراضات آبان. در اعتراضات آبان به هر حال سمت و سوی اعتراضی داشت فضا. الان عده‌ای 176 نفر بیگناه در یک هواپیما داشتن سفر می‌کردن و به دست عوامل جمهوری اسلامی جانشون رو از دست دادن، اما می‌بینیم که خانواده ها تحت فشار مشابهی هستند با خانواده جانباختگان اعتراضات آبان. چرا رفتار مقام های جمهوری اسلامی با قربانیان این حادثه شبیه به قربانیان اعتراضات آبانه؟ اول اینو بگم که من در برایزم نگفتم که این عملیات حمله در واقع آمدانه بوده، من خودم چنین اعتقادی ندارم، معتقدم یک اشتباه بوده، اگر حرفم چنین برداشت رو ایجاد کرده توضیح میدم. حرف من این بود که در واقع بر اساس دستورات و موافقت‌های شخص آقای خامنه ای، پدافندی که در سپاه در این پایگاه موشکی وجود داشته اجازه پیدا کرده بوده و خارج از پدافند یک پارچه ایران باشه و در واقع مستقل عمل بکنه. اینجا بود که مسئولیت رو متوجه آقای خامنه ای دونستم. بحث اصلی داره که چرا آقای حکومت اینطوری داره رفتار میکنه. واقعیت این است که برخی از رفتارهای حکومت، از جمله تلاشش برای انکار حقایق، از جمله دروغگوییش، از جمله اینکه میخواد با زبان زور قلدری همه را خفه بکنه، گروگان میگیره جسد شما رو، زندانی شما رو گروگان میگیره، اینا جزئی از ژنتیک رفتاری حکومت هست. متاسفانه اینکه حکومت خودش رو در موضع حق و اخلاق هم قرار داده باعث شده که کسی نتونه اقدام اصلاحی انجام بده، حکومت رو به راه راست هدایت بکنه. در واقع از همون سال 57 این اتفاق افتاد. میشه بحث‌های مفصل جامعه شناسی کرد، منتها این طیف از شذوذات، این طیف از بیماری‌ها، آفت‌های رفتاری جمهوری اسلامی خیلی‌هاش قبل از اینکه حتی هدف سیاسی داشته باشه، یه نوع واکنش غریزی، رفتارهای ژنتیک حکومت جمهوری اسلامی است به عنوان نظامی که در واقع انقلابش به انحراف رفت.
چقدر میشه انتظار داشت که این گروه های تحقیقی خارجی فرضاً گروه کانادایی که وارد ایران شده بتونه به حقیقت دست پیدا کنه؟ اگر که این روندی که شما میگین روند پنهانکاری و دروغگویی ادامه داشته باشه، آیا ممکنه اونها همین روند رو با این خارجی هایی که اومدن تحقیق کنن هم ادامه بدن؟ ببینید، خواهش میکنم دقت کنید که اینجا حقیقت زیادی الان وجود نداره که برای خارجی ها نامعلوم باشه. مثلا در ماجرای شلیک به پروازی که در اوکراین اتفاق افتاد، بعدن گفته شد روس‌ها اون رو زدن، مسئله این بودش که نمیدونستن اینو جدایی طلب های روس زدن یا اوکراین زده یا یه گروه تروریستی زده یا دولت روسیه زده. سوال این بود. اینجا خیلی روشنه، ایران جمهوری اسلامی پذیرفته و میگوید از این پایگاه سپاه شلیک شده. بنابراین تحقیقات بین‌المللی در این حوزه لازم هم نیست خیلی گسترده باشه. جواب کاملا روشنه. بخشی از تحقیقات بین المللی در مورد اینکه آیا چه اشکالاتی وجود داشته که پدافند چنین اشتباهی کرده، آیا این پدافند مستقل بوده یا جزء اسپاسی کلی ایران بوده آنچنان که حسام الدین آشنا میگوید یا غیره، این هم اسرار نظامی ایرانه. برای فکر نمی کنم که ایران و ایران وارد همکاری با جامعه جهانی بشه. تا همینجاش معتقدم. ولی آقای محفظ، فرزن دیروز رئیس این گروه تحقیق کانادایی گفتش که یکی از اصلی ترین سوالها برای این گروه اینه که چرا حریم هوایی ایران باز بوده. به هر حال اگر که با چنین سوالهایی وارد ایران شدند، پاسخ میخواند برای این سوالها، پاسخهایی که شاید مقامهای ایران احساس نکنند که باید به مردم ایران بدن، ولی به هر حال اگر اجازه دادن که اینها وارد کشور بشن، نمیتونن بدون پاسخگویی ببندن این پرونده رو. همین رو خواستم توضیح بدم. یه بخشی از اینجور مسائل هست که بالقوه میتونه موجب تنش‌های آینده ایران با کشورهای غربی بشه. تا اینجا البته اینکه در واقع حکومت پذیرفته و اعلام کرده واقعا شانس آورده. یعنی اگر روحانی حکومت رو مجبور کرده یا حکومت پذیرفته، تا همین حدش هم شانس آورده، به این خاطر که اگر نمیپذیرفت این رسوایی در ابعاد ده‌ها برابر بزرگتر تکرار میشد. همه دنیا با صدای بسیار بلندتری حکومت رو هو میکرد و نهایتاً غرامت و خسارت بسیار بیشتری هم از جیب مردم پرداخت. تا اینجاش فعلا شانس آورده. من شک دارم، راستش بخوام مطمئن نیستم کشورهای غربی یا کانادا تا اون حد بخوان پیش برن که سپاه رو یا دولت ایران رو وادار به موضع‌گیری کنن که بگو آیا سعی کردی از هواپیمای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده بکنی یا نه. به هر حال بحثی که ما می‌کنیم این هستش که علت بسته نشدن فضای ایران، علت اینکه سپاه پاسداران به پدافند ایران هشدار نداده، این بوده که سعی کرد از هواپیمای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده کنه. من شخصا شک دارم در این شرایط امروز کشور که میخوان برجام رو حفظ کنن، کشورهای غربی سر این موزه بایستن و بخوان با ایران وارد جدل بشن. اگر روابط ایران با جهان غرب در واقع تیره‌تر از اینی که هست بشه، منطقا طیف بزرگی از مسائل جدید اضافه خواهد شد و انبوهی از مشکلات یا تهمت‌هایی که بین دو طرف در جریان هست. از لحاظ برجام که به هر حال به نظر میاد آقای مهدوی آزاد، اروپا داره به اون سمت پیش میره. امروز اعلام کردند که مکانیزم مارشال رو علیه ایران فعال میکنند و به نظر میاد که رابطه ایران و اروپا هم داره به سمت سردتر شدن پیش میره. اما از لحاظ داخلی اگر که نگاه بکنیم، شاهد یکی دو روز اعتراض بودیم، اعتراضاتی که با سرکوب و استفاده از گاز اشکاور و تیر ساچمه‌ای تا حدودی کنترل شد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این بی‌اعتمادی عظیمی که بین بسیار بخش عمده‌ای از جامعه و حکومت وجود داشته بیشتر و بیشتر شده. به کدام سمت خواهد رفت این بی‌اعتمادی؟ ببینید، مهار اعتراضات یکی دو روز اخیر نکته مهمی نیست. نکته مهم این هست که طبقه متوسط شهری، دانشجویان، سلبریتی ها، هنرمند ها که عملا از سال 88 هیچگاه به چنین اعتراضاتی دست نزده بودند، بعد از 10 سال انگار از خواب بیدار شدند. در 10 سال گذشته ما هیچگاه نبوده که در چند دانشگاه کشور در واقع شاهد چنین اعتراضات باشیم. این نکته اوله. در واقع اگر از سال 96 تا حالا طبقات محروم در خیابان ها بودن و اعتراض میکردن، حالا میتونیم بگیم طبقه متوسط هم یه جورایی داره خودش رو وارد بازی میکنه. این روند اگر ادامه پیدا بکنه، حکومت با معادلات بی سابقه در واقع مواجه خواهد شد. هیچ ساختار سرکوبی نمیتونه این دو طبقه که در واقع میشن تمام مردم ایران رو مهار کنه. منتها یه نکته بزرگتر هم وجود داره. در سه دهه گذشته آقای خامنه ای عملا تونسته بود خودش رو از تیررس انتقادات دور نگه داره. در مورد حکومت قذافی، حکومت صدام، حکومت حسنی مبارک، ما همه میگفتیم این حکومت مال صدامه، میگفتیم رژیم حسنی مبارک، رژیم قذافی. آقای خامنه ای تنها رهبر مادام العمر دنیا بود، رهبر تمامیت خواه و مادام العمر دنیا که تونسته بود خودش رو پشت پنهان کنه به دلایل متعدد از جمله شبه انتخابات و شبه دموکراسی که داره.
داریم. این شعارهایی که ظرف یکی دو روز اخیر شما با صریح ترین وجه ممکن در شهرها شنیدید، علیه شخص آقای خامنه ای او رو به جنایت متهم می‌کردن، می‌گفتن باید استعفا بدید، کنار بیانیه آقای کروبی، کنار نمی‌دونم حرفای خانم فائزه هاشمی، در ظرف اتفاقات 3-4 ماه اخیر از خرداد ما که اون 14 نفر اون بیانیه رو دادن، یک پیام داره و اون همین که ماه عسل 30 ساله آقای خامنه ای تمام شده، کم کم باید پاسخگو باشه. و به نظر این روند تازه است، این اتفاق تازه است و این چیزی است که حکومت خودش رو باید براش آماده بکنه که میخواد در ماه‌های آینده چیکار بکنه. آقای خامنه ای میخواد همچنان پشت در واقع پرده خودش رو قایم بکنه یا وارد صحنه خواهد شد و مسئولیت کارهاش رو به عهده خواهد گرفت. آقای مهدوی زاده، عده‌ای از کسانی که در میدان آزادی جمع شدند دو روز پیش معتقد بودند که در نبود رهبر نمیشه. بسیاری معتقد بودند که بله، ما مطالباتی داریم، ما عصبانی هستیم، ما حاضریم به خیابون بیایم، ولی رهبری وجود نداره. این فقدان رهبری، فکر نمی‌کنید این دست بالا رو به حاکمیت بده که بتونه کماکان سرکوب بکنه این اعتراضات بسیار فراگیر رو؟ والا من قبلا گفتم، ببینید، تغییر حکومت، رژیم چنج، عوض کردن حکومت یک پروسه زمانبره. بخشایی هستن از نیروهای برانداز یا فعالان سیاسی که اونها شما 6 ماه پیش هم ازشون میپرسید، میگفتن ما 3 ماه دیگه تهران خواهیم بود، یا شاید الان فکر کنن که ما مثلا 2 ماه دیگه در تهرانم. چیزی که من از تحولات سیاسی ایران میفهمم این هست که جمهوری اسلامی یقینا محکوم به شکست، محکوم به فروپاشی است. منتها هنوز ما وارد یک فرآیند انقلابی نشدیم، هنوز چند میلیون نفر در خیابان نیستن. در واقع الان جامعه داره سیکل، مسیر تثبیت ایده براندازی، جایگزینی ایده براندازی رژیم چنج رو به عنوان دفتروان ایده اصلاحات طی میکنه. این ایده بسیار بسیار سخته، یعنی در واقع برای جامعه‌ای که محافظه‌کار کانزرواتیو، به امنیت خودش، امنیت اموالش بسیار حساسیت به خرج میده، خیلی سخته که بپذیره این ناامنی، این دورای گذار رو. اتفاقی که الان افتاده این هست، طبیعتاً در این فرایند، در این روند رهبر هم پیدا خواهد شد. و رهبر به گمان من ضرورتی نداره رهبر کلاسیک باشه، در بین چهره‌هایی که در 4 دهه گذشته شاخص بودن لزوما ما نباید دنبال رهبر بگردیم. چهره‌های در واقع جامعه میتونه در بطن خودش چهره‌های جدید، رهبران جدید معرفی کنه، ضمن اینکه هیچ لزومی هم نداره که واقعا یک نفر حالا اون بالا بشینه و همه بیان بگن او رهبر ماست. هیچ لزومی نداره اتفاق سال 57 تکرار بشه، میتونه حتی شکلی از اتفاقات دست جمعی بیفته. و حالا من فکر می‌کنم ما الان وارد سیکلی شدیم که در اون به تدریج اما با سرعت بسیار زیاد دیگه ایده اصلاحات و رفرم کامل داره کنار گذاشته میشه، جامعه ایده جایگزینی، رژیم چنج و تغییر رو میپذیره و اگر لازم شد ایده انقلاب رو. و در این فرایند زمانبر طبقه متوسط و طبقه محروم سعی میکنن به نیازهاشون پاسخ بدن، یکی از این نیازها رهبر است. متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تگر مسائل سیاسی. همکارم پویا قربانی اینجاست. پویا، آقای روحانی یه جوری صحبت میکنه که فقط اومده سوال بپرسه و میگه از مسئولان پیگیری خواهد کرد. آقای روحانی خودش مسئول سوال ها را مردم در این چند روز همه پرسیدن، انتظار داشتن او بیاد پاسخ بده ولی نداد. واکنش های بسیار تندی داشته به صحبت های آقای روحانی در فضای مجازی. یکی از اولین واکنش هایی که به آقای روحانی بود این بود که چرا خودتو در مقام مطالبه گر قرار دادی؟ به قول تو این سوال ها پرسیده شده بوده و آقای روحانی بعد از 6 روز که اومده مردم دست کم انتظار داشتن که پاسخ برخی از این سوال‌ها داده بشه. من حالا نمونه‌ای از واکنش‌ها رو انتخاب کردم. یه چیز عجیبی که اینجا اتفاق افتاده اینه که این داستان سقوط هواپیما و کشته شدن سرنشینان اون به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و عزاداری بر سر اون هم به یک اکت سیاسی انگار تبدیل شده و اون وقت موضع‌گیری‌ها در مقابل اون به اصولگراها و مابقی تبدیل شده. میبینیم که مثلا رسایی داره میگه که شلیک اصلی رو شما کردید با برجام. حمید رسایی نماینده نزدیک به طیف پایداری بودن که نماینده پیشین مجلس بودن. داستان اینه که الان یه سری دارن میگن که روحانی با این کارش زیر فشار قرار دادن سپاه و مجبور کردنشون به پذیرش مسئولیت داره نظام میبره به سمت پذیرش برجام 2. این چیزی که الان کاربرای موسوم به ارزشی دارن سرش صحبت میکنن، بعضی دارن به سوابق آقای روحانی اشاره میکنن که قبلا در زمان جنگ مسئول پدافند بوده و در اون زمان مثلا فرمانده نیروی هوایی سپاه کشته شده، شهید بابایی، و همینطور که این کاربر گفته میگن که حالا باید خودت هم باید بیا جواب بده که اون موقع داستان چی. اما همونطور که گفتم این پشت پرده گویا یک
کشاکش قدرتی بوده و به نظر میرسه که اونطور که در فضای مجازی مطرح کردن بعضی ها از جمله همین آقای بهنام قلی‌پور که خبرنگار هستن اشاره میکنن که حسن روحانی پیش دستی کرده. حالا من مضمون توییت های آقای قلی‌پور رو میگم که رشته توییت مفصل در این مورد کرده که با از جمله با تهدید به استعفا سپاه رو مجبور کرده که بپذیر مسئولیتش رو. تئوری های دیگه ای داشته سپاه مبنی بر این که مثلا هک بوده، موضوع نفوذ بوده یا موضوع به جوری میخواستن که اینو به گردن آمریکا بندازن. همین تئوری هایی که میبینیم در این دو سه روز گذشته در فضای مجازی مطرح شده که مثلا از قول آزمایشگاه سایبر دانشگاه تهران اعلامیه منتشر شده، یا مثلا من دیدم یک کانال سپاه قدس دوباره ویدیوی کارشناس که خودشون حالا میگن کارشناس سایبری هست آوردن و در مورد این دارن صحبت میکنن. اما به غیر از این، همین تأخیر آقای روحانی در اومدن به صحنه و صحبت کردن مستقیم با مردم، هرچند که خیلی ها رو ببخشید قانع نکرد و گفتن که تو چطور داری باز دوباره سوال میکنی به جای اینکه جواب بدی، بعضی گفتن که بیا حالا سیستان و بلوچستان در حال رخ دادنه، بیا الان اگر میتونی کمکی باشی، از اون طرف گفتن که مردم جزئیات دقیق میخوان، شفافیت میخوان. من همون چند روز پیشم که در مورد خانواده های داغدار کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراین صحبت میکردم، میگفتم که انتظار دارن که شفافیت به خرج بده دولت و این شاید بخشی از درد اونها رو مرهم باشه، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. هنوز ما نمیدونیم مثلا در اون چند ساعت بعد از حمله موشکی چطور فضای ایران به پروازهای مسافری بسته نشده. ایران اعلام کرده، سپاه اعلام کرده که در آماده باش کامل بودن، پس چطور در این شرایط جنگی اصلا هواپیما اجازه داشته که پرواز کنه که بعد حالا مثلا بیمه هواپیما اوکراینی هم قبول نمی‌کنه در شرایط جنگی. وقتی حالا در مورد هواپیما داریم صحبت می‌کنیم، یه ویدیویی هست که از دیشب تا حالا خیلی جنجال به پا کرده در فضای مجازی، اونو الان با هم ببینیم. به برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه، گام های عملیاتیش در. خب این همونطور که دیدیم مجری شبکه افق نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران بود، نکاتی رو مطرح کرد که باعث شد هشتگ ایران خیلی داغ بشه در توییتر. بسیاری اظهار نظر کردن، بسیاری گفته های این خانم مجری رو بروز شده شعارهای قبلی جنای حاکم بر ایران میدونن. بعضی ها اشاره کردن به اینکه بارها مضمون این حرف ها رو شنیدن، چه در هنگام بازجویی، چه در هنگام برخورد، چه در حتی دوران مدرسه. شبیه این قبیل اظهار نظرهایی که اینجا مال ماست اگه نمیخواین برید رو شنیدن. من یه کوتاه انتخاب کردم چند تا توییت از کاربرا رو که بسیار پرواکنش شده بود. آقای تاج‌زاده اشاره کرده بود به اینکه یه یادآوری تاریخی داشته بر سر تأسیس حزب رستاخیز که منسوب هست جمله‌ای به شاه که گفته هر کی نمیخواد میتونه پاسپورتش رو بگیره و بره. البته بر سر همین بحث که شاه یا این جمله رو گفته یا نه بحث هست.
اما خب اشاره کرده به اینکه کسانی که اینجور تمامیت خواهی میکنن در آینده ای که شاید خودشون غافلگیر بشن خودشون از ایران زودتر از همه رفتن. آذر منصوری رو داریم که گفته که همین چندی پیش صحبت جذب حداکثری بود و اینکه در انتخابات شرکت کنیم و حتی اگر مخالف هستید بیاید به خاطر ایران. اینا اشاره داره به صحبت های آیت الله خامنه ای در انتخابات پیشین، ولی خب الان میگه کار به جایی رسیده که همچین سخنانی داره گفته میشه. از جمله واکنش های دیگه اینه که با کدوم پاسپورت شما مگه ارزشی برای پاسپورت ایرانی گذاشتید که اصلا ما بتونیم با این پاسپورت جایی بریم؟ یا مثلا کسایی که اصلا داشتن میرفتن هم که خودتون شلیک کردید نذاشتید برن، رو هوا زدینشون، مثل این هست. ولی بسیاری این تمامیت طلبی رو محکوم کردن، صدا و سیما رو محکوم کردن بابت پخش چنین چیزهایی. ما کمتر از 24 ساعت قبل سخنان عجیب دیگه ای از دو تا کارشناس که داشتن در مورد همین موضوع هواپیما صحبت میکردن داشتیم، در که اونم بسیار واکنش برانگیز شده بود. حالا من به خاطر اینکه توهین مستقیمی به شخصی بود اونو دیگه نمیتونم، ویدیوشو نمیتونیم بذاریم، ولی ضیاء نبوی مثلا اشاره کرده به اینکه ما در مورد مردمی حرف داریم میزنیم که اصلا دهک محرومش سالی 1 کیلو گوشت داره مصرف میکنه، اینا کجا میتونن برن؟ مگه اینا اصلا توانایی مالی جای رفتنی رو دارن؟ مثلا تو توییت قبلی یاشار سلطانی رو داشتیم که گفته بود که این تفکری که هر کی مثلا من فکر نمی‌کنه جمع کنه بره رو کسی داره، میگه که متهم کرده به اینکه خود این خانم سطح زندگی لاکچری داره به قول آقای سلطانی، و بعضی دارن عکسایی رو از استایل سبک زندگیشون منتشر میکنن که ما مستقلا نمیتونیم تایید کنیم، اما به هر حال خود ایشون هم متهم هستن به اینکه در از جایگاه اقتصادی دارن حرف میزنن که شاید خیلی از مردم امکان سفر خارجی داره اون جایگاه رو ندارن. اهل مطروحه هواپیمای مسافربری ایرلاین اوکراینی توسط پدافند هوایی کشورمان مورد اصابت قرار گرفت و این امر موجبات حزن و ناراحتی همه ملت ایران را فراهم نمود. حسین است و به فرمان حسین است. متشکرم. پویا قربانی اینجا در استودیو با ما.